صحبت های جنجالی حامد بهداد در سومین جشن سپاس در مورد بازیگرا و اینکه هیچ کدومشون تخصص و دانش خاصی ندارن. با ما همراه باشید، این صحبت های جنجالی رو از حامد بهداد میشنویم و راجع بهش صحبت میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب روز گذشته سومین جشن سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران برگزار شد و توی این جشن از برخی از بازیگرا و کارگردانان و هنرمندان تقدیر به عمل اومد. از حامد بهداد هم برای سریال میخواهیم زنده بمانیم تقدیر شد و جایزه ویژه این مراسم به حامد بهداد اهدا شد. حامد بهداد بعد از دریافت جایزه‌اش جلوی تریبون رفت و صحبت‌های عجیب و جنجالی رو انجام داد. حامد بهداد گفت ما اهالی سینما کلاً هیچی نیستیم و اگه برخیمونم به جایی رسیدیم، به خصوص بازیگرها، همش به لطف مردم بوده و ما وظیفمون هستش که توی شرایط خاص حرف از مردم بزنیم. ولی متاسفانه وقتی حرف میزنیم در مورد مردم با سیلی از تمسخرها مواجه میشیم. حامد بهداد ادامه داد پایگاه اصلی ما مردم است و به لطف اونهاست که ما به جایی رسیدیم، مخصوصا ما بازیگرها که دانش و تخصص خاصی هم نداریم. هر فراز و نشیبی که در جامعه اتفاق میفته و ما حرف از اونها میزنیم با سیلی از تمسخرها مواجه میشیم. چه کسی جز شما بزرگان میتونن به داد ما برسن و به ما کمک کنن؟ نگذارید که این اتفاق بیفته. که خب حامد بهداد اشارش به تهیه کنندگان که حالا لابی هایی دارن و قدرت و سرمایه رو دارن بودش که از اونها کمک خواست تو این شرایط خاص بازیگران رو تنها نذارن. بریم قسمت هایی از صحبت های حامد بهداد رو در این جشن بشنویم. دم همتون گرم. سینمای ایران و عشق قابل خره ما در جوار شما، در کنار شما، چه کسانی که حضور دارین چه عزیزانی که نیستن، رشد کردیم. دوستتون داریم، دست تک تکتون هم میبوسم و مدیون هستم. خواهش میکنم ازتون پشتیبان ما باشید. اینکه در این ایام اخیر ما رو بی‌اعتبار کردن و ارتباط بین ما و مردم رو ضعیف و سخیف میدونن، این برای ما ننگه. ما پایگاه و جایگاه اصلیمون مردم هست. به لطف اونها به جایی رسیدیم، علل خصوص ما بازیگرا. نه دانش خاصی داریم، نه تخصص خاصی داریم، اینا همه از حب و عشق مردم به دست اومده. هر فراز و نشیبی که در جامعه به دست میاد ما حرف اونها رو میزنیم، با سیلی از تمسخر مواجه میشیم. چه کسی جز شما بزرگا میتونه به داد ما برسه و ما رو کمک کنه؟ نگذارید این اتفاق بیفته. مردم عزیز ما هستن، ما را هم دوست دارن. در فراز و نشیب اقتصادی و اجتماعی، در جایی که آزادی به خطر میفته، آزادی فکر به خطر میفته، خب ما از بزرگانمون یاد گرفتیم به وقتش به حرف اونها باشیم، تریبون اونها باشیم. خواهش میکنم ازتون نگذارید این اتفاق بیفته، این برای ما خوب نیست. ما حرف مردم هستیم، از جنس اونها هستیم و تا قیام قیامت، تا نفس آخر هم همین خواهیم بود و نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر داریم. شما امیدواریم پیشکسوت‌ها، بزرگا، پیرا، اون کسانی که منصبی دارید و در واقع قدرت حمایت ما هنرمندا و ما بازیگرا رو دارید. متشکرم ازتون. خب حامد بهداد متولد 26 آبان ماه سال 1352 هستش. اون اصالتاً مشهدی هست ولی متولد شهر تهرانه. تحصیلاتش لیسانس بازیگری از دانشگاه آزاد تهران هستش و به کمک آشناییتی که با رامبد جوان داشت و یه جورایی توی شرکت تبلیغاتی اون کار میکرد، موفق شدش به تلویزیون و بعد سینما راه پیدا کنه. کودکی حامد بهداد به واسطه شغل پدرش توی شهرهای تهران، نیشابور و مشهد گذشتش. ولی خب حامد بهداد همیشه گفته که عرق خاصی نسبت به مردم خراسان داره و تعصب عجیب غریبی به زادگاهش داره. حامد بهداد کودکی نسبتاً سختی رو داشت و توی سنین خیلی پایین پدرش برشکست شد و مجبور شدن که به شهر مشهد به خونه پدریشون نقل مکان بکنه. و اونجور که خودش میگه توی دوران کودکی زندگیشون با فقر همراه بود و خیلی سخت میگذشت.
از همون کودکی حسابی علاقه داشت به بازیگری و تئاتر. واسه همینم توی سال 61 وقتی که فقط 9 سال سن داشت اولین تجربه بازیگریش رو توی تئاتر انجام داد. بهتاد میگه که اون زمان عشق زندگیش مارلون براندو بود، واسه همینم همه فیلماش رو دنبال میکرد و سعی میکرد الگو برداری ازش بکنه. حامد بهتاد به خاطر علاقهش به بازیگری تصمیم گرفت که توی دانشگاه هم تحصیلات آکادمیک بازیگری رو داشته باشه. واسه همینم توی دانشگاه آزاد تهران رشته بازیگری رو قبول شد. ولی خب شرایط مالیش اون زمان خوب نبود و فقر شدیدی رو تحمل میکرد و نمیتونست شهریه حتی دانشگاهش رو پرداخت بکنه. واسه همین مجبور شد توی دوران دانشجویی در یه شرکت تبلیغاتی به عنوان دستیار استخدام بشه و اونجا مشغول به کار بشه. جالبه بدونید که این شرکت تبلیغاتی اسمش شرکت تبلیغاتی زیتون بود و متعلق به رامبد جوان بود. همینجا بودش که آشنایی حامد بهداد با رامبد جوان شکل گرفت. اما میتونیم شهرت حامد بهداد رو به خاطر بازی متفاوتش توی فیلم سینمایی بوتیک ساخته حمید نعمت‌الله بدونیم. اون توی سال 82 در کنار محمد رضا گلزار، گلشیفته فرانی و رضا رویگری تونست توی این فیلم خوش بدرخشه و مورد توجه افراد مختلف قرار بگیره. حامد بهداد علاوه بر بازیگری توی صنف‌های دیگه هم ورود کرده. اون دوبلور خیلی خوبی هم هست، کار تهیه کنندگی هم انجام داده، خوانندگی و موسیقیش رو هم احتمالاً اکثرتون دیدید. اون توی سال 1386 تهیه کننده یه فیلم کوتاه ایران 66 و مجری طرح فیلم کوتاه فصل خاک بود. حامد بهداد یه زمان شعر هم می نوشت و اونجور که خودش میگه مدتی شعر می نوشتم اما شعرام زیاد خوب از آب در نمی اومد. برای همینم رفتم به جای شعر ساز رو یاد گرفتم. شروع کردم به ساز زدن، کنارش مطالعه می کردم، نقاشی می کردم و کارهای هنری مختلف رو تست می کردم. همیشه هم زحمت می کشیدم و تلاش می کردم که شرایط سالم تری در اون خودم ایجاد بکنم. حامد بهداد کلن خودش رو آدم فوق‌العاده جدی میدونه، ولی میگه تو همون لحظه که خیلی جدی هم هستم راحت میتونم شوخی بکنم و فضا رو عوض بکنم. حامد بهداد در مورد بزرگترین ترس زندگیشم میگه من از اینکه ضربان قلبم پایین بیاد میترسم، از اینکه توی تنهایی و حتی توی آرامش بیش از حد هم باشم میترسم. این جدیت من در چیزهای مختلفم شاید بیشتر تظاهر باشه، وگرنه من اونجوری هم زندگی رو جدی نمیگیرم و سعی میکنم زندگی رو تجربه بکنم حتی به غلط. حامد بهتاد از علاقه دوران بچگیش هم میگه که به موسیقی خیلی خیلی علاقه داشت، ترانه‌های مختلف رو هم دوست داشت و سعی میکرد مثل خواننده‌اش بخونه، ولی فعالیت جدی موسیقیش برمیگرده به سال 93 وقتی که همکاری ای رو با گروه دارکوب انجام داد و چند تا ترانه توی آلبوم اونها اجرا کرد. بعد از اون هم در آلبوم ساعت 25 رضا یزدانی یه آهنگ رو با اون همراهی کرد و آهنگ میادگاهش رو با هم خوندن. توی یه سریال هم به اسم مثل یک کابوس تیتراژ فیلم رو حامد بهداد اجرا کرد. سریال دندون طلا رو هم اگه دیده باشید یکی از بازیگرای اصلیش حامد بهداد بودش که به عنوان خواننده در قسمت‌های مختلف فیلم حضور داشت و اجرای چند تا از آهنگ‌های قهوه خونه‌ای قدیمی رو توی این فیلم اجرا کرد. به شدت علاقه داره به عکاسی و در سال 87 هم اولین نمایشگاه عکس خودش رو با 35 موضوع و کادر با محوریت سینما در گالری شیرین به نمایش گذاشت. حامد بهداد با اینکه بیش از 50 سال سن داره ولی ازدواج نکرده و گارد خیلی زیادی نسبت به زنهای ایرانی داره. بارها صحبت‌های جنجالی رو هم در مورد خانوم‌ها انجام داده و گفته زنهای ایرانی خیلی خشن هستن. تا وقتی هم کتکشون میزنی شکایت میکنن و میرن از حقوق زنها حرف میزنن به جای اینکه مثل زنهای مالزی بعد از کتک خوردن دستشون رو به روی سینه بذارن و تعظیم کنن و بگن ارباب عفو بفرمایید، تهدید میکنن که مهریم رو میذارم اجرا و پدرت رو در میارم. مادراشون هم که همه حسودن و
باعث میشن که زندگیت نابود بشه. بچه رو بر میدارن، با خودشون میبرن خونهشون و تهشم تو رو میندازن زندان. اما با همه این گاردی که حامد بهداد نسبت به خانوم ها داره، با چند تا خانوم بازیگر دوستی قدیمی داره، از جمله باران کوسری که میگه بیش از 20 ساله با حامد بهداد دوست هستش و به دلیل رفاقتی که با هم دارن میتونن در زمان کار درک بسیار خوبی از هم داشته باشن. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به صحبت‌های جنجالی حامد بهداد توی این مراسم برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. نظرتون رو راجع به حامد بهداد و حواشی زندگیش هم بهمون بگید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه‌م یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.